سلام عرض کردم، خیلی خوش آمدید. سلام آقای صفایی، خیلی خوش آمدید. من درخواست ورود به لایو رو برای شما بفرستم. سلام عرض کردم. سلام، حال شما؟ حال شما خوبید؟ سلامتید؟ سلامت باشین، قربان شما. ممنونم. یکم اگه اجازه بدید بچه ها صبر کنیم بیان، چون فکر کنم من یکم دیر شروع کردم. آره باشه، هر طور که صلاحت بش. صدای من خوب دارید شما؟ بله، شما صدای من خوب دارین؟ آره، هم صدا هم تصویر خیلی خوب. دوستانی که فقط توی لایف حاضر هستن اونام صدا و تصویر من و آقای صفایی رو خوب دارن، اگه که بفرمایید خیلی ممنون میشم. خیلی خوش آمدید دوستان. سلام عرض کردم. سلام از بنده است. آها، صدا و تصویر خوب. خیلی ممنونم ازتون، لطف کرد. خیلی خوش آمدید. خوش آمدید. خب اگر که صلاح بدونید یه سلام ارباب پرسی با یه سلام ارباب پرسی با دوستان داشته باشید تا بعدش به صورت رسمی برنامه رو شروع کنید. سلام، تشکر دوستان عزیز، تشکر میکنم از انجمن زبانهای باستانی آژیار بابت این فرصتی که فراهم کردیم که امروز بتونیم در مورد بایگانی باوی تقسیم شید با دوستان صحبت در خدمت شما هستم. خواهش میکنم قبل از اینکه صحبت رو شروع کنیم اگه اجازه بدید من کامنت ها رو ببندم که تصویر شما رو کامل داشته باشیم. بله. خب به نام خدا، منم سلام و عرض ادب دارم خدمت بینندگان محترم، کسانی که الان در برنامه زنده ما حضور دارم و کسانی که بعد از این برنامه رو خواهند دید. امیدوارم که همگی خوب و سلامت باشید. خدمت شما عارضم که امشب 15 گفتگوی اینستاگرامی انجمن زبانهای باستانی آژیار هست و 3 گفتگویی هست که بنده ابراهیم شفیعی دانشجوی دکتری فرهنگ و زبانهای باستانی دانشگاه تهران میزبان مهمان محترم برنامه آقای یزدان صفایی دانشجوی دکتری تاریخ متون و اسناد مدرسه تطبیقات عالی پاریس هستیم با عنوان معرفی بایگانی با روی تخت جمشید با تمرکز بر زبانهای بکار رفته در آن. برای اینکه بحث رو شروع بکنیم من ابتدا مهمان محترم برنامه رو یک معرفی کوتاهی ازشون خواهم داشت و بعد از اون یک مقدمه‌ای رو در مورد چند زبانگی و خیلی کوتاه در مورد خود اسناد بارو خدمتتون عرض خواهم کرد و بعد از اون در خدمت آقای صفایی خواهیم بود با توضیحاتشون در مورد بایگانی و هخامنشیان در درجه اول، بایگانی ها و به صورت خاص باروی تخت جمشید. آقای یزدان صفایی از سال 1392 کارهای علمی خودشون رو با نقد کتابهایی در مجلات کندوکاو به زبان فارسی آغاز کردن. این روند ادامه داشت و تا
همین امروز که ما در خدمتشون هستیم نقدهای دیگری رو هم نوشتن، البته بیشترشون به زبان انگلیسیه، که در مجلات معتبری مثل The Classical Review، دبیر و Iranian Studies به چاپ رسیده. از سال 94 در همایش‌های مختلفی حضور داشتن، به ویژه در یونان، گرجستان و آلمان، و مقالات خودشون رو ارائه کردن. شروع تحصیلات آکادمیک ایشون از کارشناسی ارشد ایشون بود در رشته تاریخ و گرایش ایران باستان در دانشگاه تهران، و پایان‌نامه خودشون رو با عنوان زن در جهانبینی یونانی و تأثیر آن در نگارش یونانی تاریخ هخامنشی به راهنمایی خانم دکتر کلثوم قزنفری در سال 1394 در دانشگاه تهران دفاع کردند. در سال 1395 یک کتاب تألیف کردند با عنوان داریوش سوم، آخرین شاه بزرگ، که در تهران و نشر همیشه به چاپ رسید. بعد از اون چند کتاب ترجمه کردند، از جمله یک کتابی که تازگی هم به چاپ رسیده. این کتاب، البته من میدونم که شما این تصویر رو به صورت ریورس میبینید، ولی شکل ظاهری کتاب اینطوریه. عنوان کتاب هست فرهنگ پذیری ایرانیان و ایلامیان، آغاز امپراتوری هخامنشی، ترجمه سه مقاله از آقای واوتر هنکلمن که نشر سینا در سال 98 چاپ کرده. کتابی هم در دست چاپ دارن که یک ترجمه است، ترجمه مشترک با آقای حمیدرضا نیکروش، با عنوان شاه و نخبگان در شاهنشاهی هخامنشی، گزیده مقالاتی در باب بایگانی باره تخت جمشید، که پژوهشگاه میراث فرهنگی این کتاب رو چاپ خواهد کرد. علاوه بر توی رزومه پژوهشگاه مقالاتی هم به زبان فارسی نوشتن، ولی خب از سال 2016 مقالاتی رو که به زبان انگلیسی نوشتم من برای شما معرفی خواهم کرد. در سال 2016 مقاله ای نوشتم با عنوان Achaemenid Woman Putting the Greek Image to the Test، که فارسی میشه زن هخامنشی قرار دادن تصویر یونانی این زن هخامنشی در بوته آزمایش، که در مجله تالانتا به چاپ رسیده. در سال 2017 یک مقاله ای نوشتن در مجله دبیر با عنوان A Local Revolt in Uruk Under the Reign of Darius III، که عنوان فارسیش میشه شورش بومی در اروک در فرمان روایی داریوش سوم، که این هم در دبیر در 2017 به چاپ رسیده. در سال 2020 یک بخشی از کتابی که تازه به چاپ رسیده با عنوان Archaeology of Historical Period of Iran و در واقع تدوین اون توسط آقای کمال الدین نیمکنامی و علی حجبی صورت گرفته، مقاله‌ای داشتم با عنوان Scythian and Zoroastrian Earth Goddess A Comparative Study on Api and Armaiti، که عنوان فارسیش میشه خدایان یا ایزدبانوان زمین زرتشتی و سکایی، مقایسه تطبیقی بین اپی و آرمیتی. مقاله ای هم در دست چاپ وجود داره از ایشون با عنوان Persian Female Weavers in the Persepolis Economy، که به چاپ خواهد رسید و به فارسی میشه بافندگان زن پارسی در اقتصاد پرسپولیس یا تخت جمشید. این اهم آثاری است که از آقای یزدان صفایی منتشر شده، و همونطور که عرض کردم ایشون همکنون هم دانشجوی دکتری تاریخ متون و اسناد در مرکز یا بخش ایران شناسی مدرسه تطبعات عالی پاریس هستن. خیلی عذر میخوام اگه من چیزی رو قلم انداختم یا اینکه پس و پیش شد. خب اگر که اجازه بدید من یه مقدمه خیلی کوتاهی رو با عنوان چند زبانگی خدمت دوستان عرض خواهم کرد، و بعدش یک گذر خیلی کوتاهی به اسناد بارو خواهیم داشت، و بعدش در خدمت شما خواهیم. خدمت شما عرض کنم که مبحث
چند زبانگی یا استفاده از زبانها مبحثی است که پیش از هخامنشیان هم کاربرد گسترده‌ای در فرمان روایی های پیشین داشته، ولی نکته ای که در فرمان روایی هخامنشی اون رو متمایز میکنه از فرمان روایی های پیش از اون این هست که این چند زبانگی گونه های متفاوتی داشته. برای نمونه تو دوره های پیشین شما بیشتر زبان بومیان فرمان روایی رو به اضافه یک زبان که زبان حالا اون قومی هست که تابع هست میبینید، اما در فرمان روایی هخامنشی به خصوص مثلا در کتیبه ها شما تعداد زبان های بیشتری رو میبینید و همونطور هم که میدونیم مثلا در زمان داریوش بزرگ کتیبه بیستون اولین زبان هایی که داره زبان خود پادشاهان پارس و هخامنشیان نبوده، یعنی فارسی باستان در واقع یکی از زبان هایی که آخر کار به اون زبان ها اضافه میشه. ولی خب ایلامی رو، نقش ایلامی رو از همون آغاز توی فرمان روایی هخامنشی میبینیم و امشب هم احتمالا یکم در مورد این جایگاه صحبت خواهیم کرد. از طرف دیگه تعدد این زبان ها باز با دوره های قبل خیلی تفاوت چشمگیری رو ایجاد میکنه. مثلا توی دوره های قبلی به ندرت ما کتیبه ها یا نوشته های سه زبانه میبینیم، عمدتا اگر که چند زبانگی درشون رایج باشه بیشتر دو زبانه هستن، ولی توی دوره هخامنشی میبینیم که کتیبه‌های سه زبانه خیلی زیاد هستن، بعضی از نوشته ها چهار زبانه میشن و حتی به پنج زبانگی هم میرسه که البته خب تعدادشون به نسبت خیلی کمتر است. این کاربرد زبان توی عرصه های خیلی مختلفی نمود داشته و نه فقط توی کتیبه های شاهی، بلکه در اسناد و مطالبی هم که از بخش های دیگر فرمانروایی هخامنشی به دست آمده این چند زبانگی رو میبینیم، اگرچه این چند زبانگی دومیه لزوما برابر و مساوی چند زبانگی اول نیست. چند زبانگی اول در واقع متن‌ها ترجمه می‌شدن به هم دیگه، ولی تو دوره دومیه یا تو بخش دوم ما می‌بینیم که از چند زبان برای یک سری اسناد استفاده شده که گاهن شاید مطالبشون هم هیچ ربطی به هم دیگه نداشته باشه، بلکه کاربردهای مختلفی داره. یکی از جاهایی که در واقع این چند زبانگی وجود داره و امشب ما در موردش صحبت خواهیم کرد در واقع تخت جمشید هست و باروی تخت جمشید هست که در انگلیسی بهش پرسپولیس فورتیفیکیشن تبلس میگن و به عنوان اختصاری PFT شناخته میشه. البته فکر میکنم که بخشی هم که در واقع به عنوان پرسپولیس تریشری تبلس هست اونا هم در کنار این الواح بارو مورد بررسی قرار میگیرن که اون بخش دومیه به عنوان الواح خزانه تخت جمشید ازشون نام برده میشه. کاوش در مورد این الواح تقریبا از سال 1931 توسط مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو آغاز شد و دانشمندانی روی این الواح کار کردن، بعضی از این الواح انتقال پیدا کردن به آمریکا و توی دوره های مختلفی حالا با فراز و نشیب های متفاوتی کار بر روی این الواح صورت گرفت و چهره هایی که ممکنه بعضی هاشون رو بشناسید مثلا آقای هلک یا آقای بومن روی بعضی از این الواح کار کردن و الواح هم در واقع تنها اسنادی نبودن که از این با روی تخت جمشید به دست آمد، بلکه یه سری مهر هم هستن که خانم روت و آقای گاریسن بر روی این مهرها هم کار کردن و اونها هم حاوی اطلاعاتی هستن. توضیح بیشتر رو انشالله از زبان آقای صفایی خواهیم شنید و من فقط به عنوان مقدمه خواستم که مطلب رو برای دوستان عرض بکنم. اگر که در واقع صلاح بدونید با یک توضیح کلی در مورد هخامنشیان بحث رو شروع کنید، بفرمایید. خب خیلی ممنون بابت توضیحات خوبی که علل خصوص در مورد پدیده چند زبانگی از منظرهای مختلف دادید. خواهش می‌کنم. امپراتوری هخامنشی همونطور که خیلی تو دهه‌های اخیر بهش به درستی تاکید شده
مهمه که بدونیم امپراتوریه که وقتی تشکیل میشه شکل میگیره بر پایه گالیده های مختلفی شکل میگیره که در دوره قبل از خودش در منطقه هم ایران هم کل شرق نزدیک باستان در واقع هم توسعه یافته بوده، هم تجربه عملی وجود داشته در خصوص شیوه های اجرایی، اداری و مسائل مختلف که از این تجربه قبلی، از این سازوکارهای از پیش موجود هخامنشیان به نحو احسن بهره برداری میکنند، اون رو متحول میکنند و شکل متحول شدهش رو در یک چارچوب خیلی وسیع در قالب یک امپراتوری که تا زمان خودش وسیع ترین به کار میکنند. در واقع وجه تمایز ساختارهای مختلفی که در دوره هخامنشی به کار گرفته میشن با دورهای کوچونی اینه که اولا به لحاظ مختلف تجربه اجرایی بالاتر بوده، دوما به لحاظ حوزه اجرایی در یک مقیاس خیلی وسیع‌تری اون سازوکارها و مکانیزما و اون تجربه عملی پیشین در واقع اجرایی میشد. این شاید مهمترین نکته باشه که در مورد هخامنشی ها ما باید در نظر داشته باشیم. به لحاظ زمانی و مکانی هم خب خیلی مهمه که حداقل یک بار قبل از اینکه بحث شروع کنم بگم که امپراتوری هخامنشی از 550 قبل از میلاد تا حدود 331 قبل از میلاد در منطقه بزرگی که از مصر تا ماوراءالنهر رو مناطق جنوبی و شرقی افغانستان و پاکستان هست در این منطقه وسعت داشت. توی سازوکار اداری هخامنشی پدیده چند زبانگی رو در سطوح مختلفی می‌بینیم. خب بارزترین و معروفترینش همون پدیده کتیبه های سلطنتی هست. کتیبه های سلطنتی به دلایل مختلف همیشه بیشتر از دیگر مواد فرهنگی مورد توجه چه پژوهشگران و چه مخاطبان عام بودن. خب به خاطر اینکه روی صخره‌ها و سنگ ها و روی مکان های مهم مثل کاخ ها دیوار های کاخ ها نوشته شدن به لحاظ رسانه‌ای در واقع در معرض دید تر بوده، بیشتر در معرض دید بودن و به لحاظ اطلاعاتی می دادن این اطلاعات سیاسی می دن کلام شما هم کتیبه ها در واقع در علم تاریخ و زبانشناسی تاریخی در ابتدای قرن 19 حالا اواخر قرن 19 مشخصا توجه بیشتری به بازی جلب کرد و از این نظر تا مدت‌ها در واقع سمت سو و جهت تحقیقات رو به سمت خودشون کشونده بوده. اما مدارک اداری تا نیمه های راه میشه بود که کمتر مورد توجه بودن ولی خوشبختانه اکنون که نزد محققان که دانشجویان و حالا تا یه حدی هم مثلا نزد مردم عادی داره توجه به سمت منابع اداری و مدارک اداری کشیده میشه. ما از برای هخامنشی مدارک اداری متنوعی حالا من در اینجا صحبتم رو یه استوپ میکنم که شما اگر صحبتی دارید من در خدمت شما هستم. فقط خیلی ببخشید یکی از دوستان فرمودن که نویز داریم داخل صدا. نمیدونم باید الان چیکار کنیم. من الان دارم میشنوم نویز رو نمیشنوم. اگر که خیلی بد شد ممنون میشم بهتون بهمون بگید. ولی نویز اصلا شما هم نویز میشنوید؟
من میشنم این که شما نمیشنمیم به نظرم شک رو بسن تو شما میبره. خب نمیدونم راستش الان باید چی کار کردی یکی از اگر ممکنه مثلا کامپیوترتون رو باطله بدید از موبایل یا راستش الان این امکانه برام وجود نداره چون به عنوان گذاشتم گوشی رو روی اون قسمت. البته اینو چند بگم که نویزش متفاوت حدی از نویزی که موقع تو خنانی آقای علی یادی بود بیشتر شدید پیجواک الان شما پیجواک صدای من رو دارید؟ نه صدای خودتون رو چی؟ دارم. خب الان نمیدونم باید چی کار کنیم. من هم نمیدونم. امکانش هست یکم صدای گوشیتون رو کم بکنید که نویزه باعث نشه که در واقع تمرکزتون به هم بریزه. باشه من صدا رو کم کردم. تمرکز من به هم نمیزه اما نمیدونم در میزان نویزی که مخاطب میشنوه تاثیر ایجاد میکنه یا نه نمیزه. گفتن که اگر که شما هنس فری بذارید ظاهرا این نویزه برطرف میشه. دارید فری رو دور دستتون؟ بله. انشالله که برطرف بشه چون من هنس فری کنارم نیست. معذرت میخوام. فکر میکنم که اگر یه لحظه اجازه بدید من دوربینم کج بکنم یه دونت دیستر بم اگر بزنم یه تأثیری داره. خب میشه امتحان کنید؟ آره. من که صداتون از هم اول خوب میشنوم نمیدونم دوستان اگه به ما بگن خیلی ممنون میشم. حالا اگر که من دارم از هنسفری استفاده میکنم دوستان نظر بدن. الان تفاوتی در کیفیت صدا کرد با هنسفری یا نه؟ من خودم دارم نویز رو هنوز میشنوم. من صدای شما کماکان خوب داره. خب یه مقدار پیجواک صدا رو من کمتر میشنوم و فکر کنم بهتر شد. حالا نمیدونم. آها نوشتم بهتر شد. خیلی ممنونم خانم. خب باشه من معذرت میخوام تا همینجا که اگر گوش دوستان اذیت شد. آها ممنون از خانم احتشامی خیلی لطف کرد. آها نوشتم خیلی بهتر شد. خب بفرمایید. خیلی عذر میخوام. خواهش میکنم. ای کاش زودتر میپرسیدیم که کمتر اذیت میشدن. باید امتحان کرد دیگه. بله. خب اگر که اجازه بدین من ادامه صحبت رو داشته باشم. بله خواهش میکنم. از دوره هخامنشی ما بایگانی های مختلفی رو داریم. چه مثلا بایگانی معروفی که در الفانتین به دست اومده یک پادگانی هست در مصر در یک جزیره که در واقع پادگان یهودی ها بوده، چه برای مثال متونی که روی چرم و چوب نوشته شده منصوب به شمال افغانستان به زبان آرامی که شاول شاکت و یوسف ناوه در 2012 در واقع منتشر کردن و چه بایگانی های معروف تخت جمشید، بایگانی باروی تخت جمشید PFA و بایگانی خزانه یا مخزن تخت جمشید PTA. عمده صحبت من امروز راجع به PFA خواهد بود، بایگانی بارو، اما دوست دارم که قبلش توضیح بدم که فرق بایگانی بارو و بایگانی خزانه چی هستش. بایگانی بارو و بایگانی خزانه هر دو اسناد ثبت و ضبط مبادلات مالی، تراکنش ها، پرداخت ها به درباریان، مسافران، کارگران، حیوانات و مواردی از این دست هستن. بایگانی بارو عرض کردم. بایگانی بارو مواردی از این دست هست که در یه حوزه وسیعی نسبتاً معادل فارس امروزی تا حوالی رود مارون در غرب خوزستان و مناطقی از کوکیلی و بویار احمد رو پوشش میده. این یک بایگانی منطقه‌ای بزرگ
اما بایگانی خزانه تخت جمشید از نظر جغرافیایی خود منطقه تخت جمشید و اطرافش رو فقط پوشش میده، در مورد پرداخت ها بیشتر نه همیشه ولی بیشتر به نقره به کارگران هست، کارگرانی که در چارچوب در واقع نیازهای نهاد خزانه، نهاد خزانه تخت جمشید کار میکرد، که این کارگران خزانه علاوه بر اینکه اسناد پرداختیشون توی بایگانی خزانه تخت جمشید ثبت و ضبط شده، یک مقدار خیلی زیادی هم از اسناد پرداختی به این کارگران خزانه در بایگانی بارو هم در واقع ثبت شده. تفاوتش هم اینه که بایگانی بارو پرداخت‌های جنسی و کالایی رو ثبت می‌کرده و از این نظر نیاز بوده که جدای از اون اسناد ثبتی بایگانی خزانه، این پرداخت‌ها به در یک بایگانی دیگه هم که بایگانی بارو باشه ثبت بشه. اما بایگانی بارو خب محدود به این نیست، همونطور که گفتم طیف متنوعی از پرداخت‌ها رو شامل میشه که کارگران مختلفی رو شامل میشه و غیر از کارگران درباریان، مسافران و حتی حیوانات رو هم به عنوان پرداختی شامل میشه. بایگانی بارو که مفصل تر راجبش صحبت خواهیم کرد، اما یک بایگانی منفرد و ایزوله و مجزا از سایر بایگانی های تخت جمشید نبوده. برای مثال عرض میکنم خدمت شما، یکی از مهرهای بایگانی بارو که با کد PFS 7 در واقع شناخته میشه، این مهر نقشش، یعنی اثری که موقع زدن روی لوح ثبت میشه، نقشش روی یکی از لوحایی که از شوش پیدا شده هم دیده میشه. این نشون میده که بایگانی که در فارس مستقر بوده، ما بهش میگیم بایگانی بارو، یک ارتباط تنگاتنگی با بایگانی خزانه داشت. از طرف دیگه ما یکی دو تا لوح داریم که در قندهار پیدا شدن، به زبان ایلامی لوح اداری و با همین ساختار اداری بایگانی بارو، که باز هم نشون میده که انگار بایگانی باروی تخت جمشید حتی مثلا تو قندهار هم یه ارتباطات اداری داره. یا مثلا ما شهرب یا ساتراپ کرمان رو میشناسیم به اسم کرکیش. این آقای کرکیش، حالا من فرم ایلامی نویس شده شده واقع بیان میکنم، همه اسمای خاصی که امروز اینجا خدمت شما میگم فرمایی هستن که املای ایلامیشون، یعنی املای خط میخی ایلامیشون رو من در واقع برای شما تلفظش رو بیان میکنم. این آقای کرکیش با برداشتن خط فاصله‌ای که بین حرف نویسی هست، یه ذره حالا بیشتر از اون ولی تقریبا در واقع همون خواهد. عرضم به خدمت شما که حالا به تو مثال ها توضیح میدم که بیشتر از اون مثلا کجا. داشتم عرض میکردم که مثلا شهرب یا ساتراپ کرمان هم که حوزه اداریش خارج از حوزه فارس بوده، اون هم گاهی وقتی که وارد فارس میشده، اون پرداختایی که بهش میشده ثبت میشده تو بایگانی فارس. یا مثلا ما یک ملکه‌ای داریم به نام ایرتشتونه که همسر داریوش باشه، وقتی که در حکمتانه است در ماده، از ملکش در فارس در واقع درخواست کالا داره و این درخواست، این کالایی که به خاطر ملکه از فارس به ماد میره توی بایگانی فارس ثبت میشه. یعنی یک شبکه در هم تنیده ای از بایگانی های مختلف با هم دیگه کار میکردن که حالا ما دست بر قضا بایگانی فارس رو انقدر در واقع مفصل و خیلی خوب مستند شده در اختیار داریم، اما شواهدی در این بایگانی دیده میشه که این نشون میده این بایگانی در کنار بایگانی های دیگه ای و در واقع در بستر یک بستر خیلی بزرگتر و وسیع‌تر کار می‌کرد که متأسفانه از اون بایگانی‌های دیگه خیلی مدرکی نداریم. مثلا ما از ماد مدرکی واسه بایگانی ماد نداریم.
از شوش یکی دوتا مدرک پراکنده واسه دوره هخامنشی داریم، یا از قندهار دوتا متن بیشتر نداریم، ولی اینا همشون نوک کوه یخن، یعنی نشون میده که زیر در واقع این شواهد پراکنده باید یک بایگانی مفصلی بوده باشه. این خودش البته یک مقدار باید در اینجا باید به ماهیت عملکرد یک بایگانی که بایگانی اصلا برای چی شکل میگرفته تأسیس میشه در اینجا اشاره بکنه. مشخصا بایگانی یک زمان مصرف داره، یعنی مثلا شما الان بری در یک اداره شهرداری، شهرداری منطقه‌ای که خونتون اونجا هستش، یک سندی رو بخوای واسه 50 سال پیش، دیگه اون سند 50 سال پیش رو شهرداری نگه نداشته. یک اداره‌ای هست توی شهرداری مثلا واسه امها کردن اسناد بلا استفاده، شهرداری نمیتونه همه اسنادش رو واسه همه سال‌ها نگه داره، از یک تاریخی به بعد اسناد قدیمی رو در واقع مجبوره که منهدم کنه، این امها کنه، تو فارسی موزه بهش میگن امها کردن. این متاسفانه واسه ما که محقق هستیم در دوره باستان این روال هم برقرار بوده، اسناد اداری رو نمیتونستن همیشه نگه دارن. تخمین زدن آقای دکتر هنکلمن در کتابشون که بایگانی بارو باید حدود 100 هزار لوح میداشته، اما ما امروزه الان فکر کنم 30,000 تا تخمین زده، 30,000 تا با شمارش تکه ها میگن 30,000 تا. آها، یعنی متن معناداری که بتونن بخونن و خونده باشن و در واقع قابل تحلیل باشه 7,000 تاست. آها، اون 30,000 تا خب خیلی هاش به قول آقای الگری تکه هست، یعنی قطعه فرگمنت. اونها ممکنه خیلی هاشون در واقع قطعاتی باشن از یک لوح، یعنی مثلا 5 تا تکه از یک لوح باشه، ولی خب هر تکه رو یه شماره دادن شده 30,000 تا. زمانی که توی موزه ملی یک تالاری تشکیل شده بود واسه یه شمارش و در واقع نزد دادن این الواح، اون موقع عدد 30,000 تا رو در واقع تخمین زدن. و البته خود هرتسفلد در موقع کاوش در 1933 همون موقع همچین عددی رو واسه مجموع تکه‌های پراکنده در واقع تخمین زده. اما پیکره متونی که ما الان داریم، پیکره متونی که من محقق میتونم ازش استفاده بکنم 7,000 تاست. از این 7,000 تا متن موجود لوش 2000 رو فکر کنم 87ش اگه اشتباه نکنم در کتاب هلوک میتونن دوستان ببینن و بخونن، 1969، حالا بعد نیست من به هم تا یه حدی معرفی بشن. بله حتما. و بعد یک مقاله در 1978 که 33 متن دیگر رو هم هلاک منتشر کرد. در ادامه 2500 متن دیگر رو هلاک خوند، حرف نویسی هم کرد، اما به انتشار نرسید، چون حالا به دلیلی همین که کار تحقیق روی اون متون باید ادامه پیدا میکرد و خب عمرش هم در واقع به دنیا بند نبود و در 1980 فوت کرد. یعنی یک پیکره 4500 متنی رو ریشارد هلاک حاضر کرد. و به مرور زمان خب ریشارد هلاک چند تا شاگرد در واقع پرورش داده بود، کسایی که باهاش کار کرده بودن، مثل چارلز جونز، مثل عبدالمجید عرفایی، و توی مؤسسه شرقی شیکاگو کسایی مثل متیو استولپر هم بودن که بعد از هلاک بتونن روی الواح بیشتر کار بکنن. اما کار سیستماتیک و متمرکز برای الواح از حدود سال 2005-2006 شروع شد، یعنی زمانی که پروژه بایگانی باروی تخت جمشید رو در شیکاگو به سرپرستی متیو استولپر تشکیل دادن. در حال حاضر متونی که قبلا هلاک خونده و چاپ کرده بود، خونده و چاپ نکرده بود، و چند تا متن دیگر رو، مجموعه 5500 متنی رو آقای واوتر هنکلمن حرف نویسی کرده و آماده انتشار هست. علاوه بر اینها 1500 متن ایلامی دیگر رو هم متو استولپر از قطعات پراکنده، از همون تکه ها در واقع تحلیل کرده، متعاطی که هایی که قابل فهم باشن ازشون بشه اطلاعات
تاریخی زبانشناسی بیرون کشید و این 5500 تا و اون 1500 تا یک پیکره 7000 متنی از الواح ایلامی واسه ما در واقع شکل میدن. منتها زبان ایلامی تنها زبان به کار رفته در بایگانی بار روی تخت جمشید نیست. حالا اینکه خود زبان ایلامی چیه رو خب خوشبختانه آقای علیاری کامل و واضح فکر کنم جمعه توضیح داد و دوستان اگه دیده باشن سوالی نخواهند داشت. روز جمعه شاید این کتاب در دسترس من نبود که کتاب رو نشون بدم. چند تا از دوستان گفتن که برای دستور زبان ایلامی میتونن به چه کتابی به فارسی مراجعه کنن. این کتابی که آقای دکتر سلمان علیاری بابرگانی نوشتن با عنوان تحریر ایلامی کتیبه دارش بزرگ در بیستون، بخش اولش بعد از البته مقدمه توضیحاتی در مورد دستور زبان ایلامی هست که البته بعدا به صورت مقالم توی فرنگستان به چاپ رسیده، و بخش دومش هم که در واقع خود کار کردن روی متن ایلامی بیستون هست. ببخشید بفرمایید. بله کتاب بسیار خوبی. من به همه مخاطبان و دوستان در واقع اگر که علاقه من هستم معرفیش میکنم. منتها علاوه بر این کتاب من دوست دارم که کار گریلو سوزینی رو هم بهش تاکید بکنم. 1987 چاپ کرده، 2008 در واقع یه بازنگری و تجدید چاپ کرده. خوبی کار گریلو سوزینی اینه که ببینید شما برای یادگیری زبان نیاز داره که متن‌های متنوعی رو از جنبه‌های مختلف اون زبان در واقع تحلیل بکنید. خوبی کار گریل، البته این توی اثر آقای علیاری هم هست اما مفصل‌تر در کار گریل و سوزینی، اینه که متن‌های خیلی خوبی رو تحلیل کرده. یعنی مخاطب در وهله اول وقتی که زبان رو گرامرش رو میخونه، در وهله دوم با متنا مواجه میشه که قشنگ براش توضیح داده شده، اجزای زبان رو تفکیک کرده و اینها. این براشون خیلی خوبه، یعنی واقعا کار خیلی حجیمی هم نیست، کار سبکیه. من توصیه به فرانسه است البته، توصیه میکنم هر کسی که علاقه داشت اون رو هم ببین. آقای صفایی اگه اجازه بدی قبل از اینکه وارد اون مبحث زبان ها بشیم، دو تا اثرم به فارسی ظاهرن تا جایی که من میدونم این دو اثرم در مورد باروی تخت جمشید به چاپ رسیده. اگه اجازه بدید من این دو تا اثرم معرفی بکنم. یه دونش کتاب گل نوشته های باروی تخت جمشیده که فکر میکنم جلد دومش هم بیرون اومد. این کتابو که در واقع خانش های آقای حلک بوده، آقای شاگردشون آقای دکتر عبدالله مجید عرفه‌ای که امیدواریم که هر جا هستن سالم و تندرست باشن، در مجموعه پژوهش‌های ایران باستان مرکز دارت‌العلوم معارف بزرگ اسلامی به چاپ رسوندن. اگه میگم اشتباه نکنم فکر کنم تا الان دو جلدش به چاپ رسیده. یه کتاب دیگه هم هست که از همون کتاباییه که در واقع توی دانشگاه شیکاگو به چاپ رسیده، با عنوان اثر مهرهای هخامنشی بر جای مانده برگل نوشتهای باروی تخت جمشید، که این کتاب هم فکر کنم تا الان دو جلد ازش به چاپ رسیده، تألیف مارک گریسون و خانم مارگارت کولرود که با ترجمه آقای کمالالدین نیکنامی و علی بهادری در دانشگاه تهران به چاپ رسیده. حالا در مورد فرمایشات شما اگر اجازه بدید من دو تا نکته کوچیک بگم. کتاب گریسون و رود در واقع یک جلد هست در دو دفتر، یعنی توضیحات و کاتالوگ، که یک ترجمه هم حالا من نشون میدم به فارسی که شما فرمودین در واقع ازش چاپ شده. بله. منتها یک بخشی از کتاب در حد جمله و پاراگراف و اینها توی ترجمه فارسی نیست. یعنی من مثلا به خاطر همچین پدیده‌ای مثلا از 20 نمره‌شون از 18 حساب می‌کنم. یعنی بله. در مورد کار آقای عرفه‌ای هم، کار آقای عرفه‌ای در واقع چاپ آثار ریچارد هلوک بوده، به نحوی که ایشون در 1980 فوت کردن
یعنی از 1980 تا 2020 40 سال حساب بکنیم، 40 سال پژوهش اخیر رو که خیلی پیشرفت‌های خوبی کردیم توی فهم بایگانی بارو رو به کل نادیده میگیره با این فلسفه که من می‌خواستم اون توی چاپ بکنم که ریچارد هلوت 1980 چاپ می‌کرد. نکته دوم که خیلی مهمه و به اخلاق آکادمیک برمیگرده اینه که آقای ریچارد هلوک تحت استخدام دانشگاه شیکاگو بوده، یعنی از دانشگاه شیکاگو پول گرفته که یک تحقیق رو انجام بده. حقوق معنوی اون تحقیق با دانشگاه شیکاگو بین داد. در این که مالکیت الواح برای موزه ملی ایران هست هیچ تردیدی نیست، اما تحقیق پژوهشگر دانشگاه شیکاگو حقوقش متعلق به دانشگاه شیکاگو است و چاپ آثار محققان دانشگاه دیگه‌ای، حالا با اضافه کردن اسم خودمون در ایران، کار غیر اخلاقی است. من صرفا به خاطر رویه حرفه‌گری نیاز دیدم که این توضیحو در تکمیل فرمایشات شما بیان کنم. حالا اگر اجازه بدین که به سراغ بحث زبان‌ها بریم. آره، فقط فکر کنم یه توضیح ناتمام مان اون بود که در واقع این الواح باروی تخت جمشید و خزانه تخت جمشید تو زمان کدام شاه هخامنشی یا کدام شاهان هخامنشی نوشته شده؟ بله بله، خواستم بحث زمان و مکان تحت پوشش و اینها رو بعد از بخش زبان بگم. آها خب، باشه. آره، یکی ما غیر از الواح ایلامی یک دسته دیگه از متون داریم که متونی هستن که به آرامی نوشته شده. این متون آرامی خودشون سه تا در واقع رنج رو شامل میشن. یکی الواحی که تک زبانه آرامی هست، یعنی فقط زبان آرامی روشون نوشته شده. این توضیح هم بدم که آرامی یک زبان سامیه و ارتباطی با زبان ایلامی نداره به صورت یک به یک. زبان ایلامی زبان منفرد و مجزاست از زبان‌های سامی. علاوه بر متون تک زبانه آرامی، روی خود الواح ایلامی هم یک سری جملات خیلی کوتاه به صورت برچسب مانند بعضن به آرامی دیده میشه. دسته سوم این متونی که آرامی داریم، متونی هستن که روی نقوش مهر نوشته شدن. هر لوح در واقع شامل روی هر لوح روی فضای خیلی کوچیک یک یا چند تا مهر وجود داشت. بعضی وقتا روی خود همین مهرها هم کتیبه وجود می داشته که به اکثرا ممکن بوده به آرامی باشه. پس سه تا طیف مختلف رو متون آرامی شامل میشن. یک دسته چهارم هم هست که ما اسنادش رو نداریم، متونی بوده که روی پوست و چرم و اینها نوشته می شده، مثلا مثل اون متونی که از مصر به دست آوردن، نامه ارشومه و غیر. باشه، فقط منظور از برچسب چیه فرمودید؟ ببینید لوح ایلامی یک لوح خیلی مفصل تری بوده. مثلا فرض بفرمایید یک لوح 20 خطی که راجب فهرست مثلا کارگر، هر کارگر چقدر جیره میگیره و اطلاعاتی از این دست، این که چه کسی جیروها رو پرداخت کرده، این کارگر در کدام منطقه ساکن بودن، اون در واقع جمله اتیکت مانند آرامی که اصطلاحات خاصی بهش میگن، اکثرا بهشون میگن اپیگراف، اینها واسه این بوده که سیستم اداری با یک نگاه بفهمه که محتویات این لوح راجع به چیه. مثلا ممکن بوده روش فقط نوشته شده باشه شراب مثلا سال 20 مثلا 10 نفر در همین حد. یه اختصاری بوده واسه بیان و یا معرفی محتویات متن ایلامی. بله، درست، دقیقا شبیه همین کاری که الان توی بایگانی ها انجام میشه. مثلا شما یه پرونده رو دارید که آره، پرونده یه دونه برچسب میزنن و می نویسن این چیه. آها، پس زبان آرامی یکی از کاربرداش توی باروی تخت جمشید این بوده که به عنوان برچسب یا اتیکت در واقع استفاده می شده. دقیقاً بله. خب این هم البته برمیگرده به اون سابقه بلند مدت زبان آرامی به عنوان یک زبان اداری که در امپراتوری های قبلی مثل امپراتوری آشور مورد استفاده بود. بعد حالا البته در مورد پیکره زبان آرامی باید این نکته هم بگم،
که پژوهشگر اولی که روشون کار کرده ریچارد بومن هست، همونطور که شما گفتین 501 از اون الواع تک زبانه رو در واقع خونده بود. منتها در پروژه بایگانی باروی تخت جمشید که از 2005-2006 شروع شد، خانش های بومن به خانم آنالیزا آتسونی واگذار شد که از نو مقابله بکنه، مثل همون کاری که هینکلمن با خانش های ریشارد هلوک کرده بود که از نو مقابله بکنه و علاوه بر اون الواح جدید رو هم بخونه. تا این لحظه خانم آتسونی 850 متن تک زبانه آرامی رو خونده، یعنی 349 تا بیشتر از چیزی که بومن خونده بود. بنابراین از این نظر این هم برای ما مهم است. ما البته غیر از ایلامی و آرامی متون دیگه‌ای هم داریم که همشون حالت در واقع منفرد دارن. یک متن یونانی داریم، یک متن احتمالاً فریگی، در این مورد مطمئن نیستن هنوز، یک یا دو متن بعضاً به خدمت شما دموتیک یا دموتی داریم، یک متن معروف فارسی باستان داریم، یعنی تنها متنی از فارسی باستان که در یک چارچوب اداری در واقع نوشته شده این متن هست. راشد خب من یه توضیح بدم خدمت دوستان، اونم اینه که زبان فریگی یکی از زبانهای هندواروپایی بوده که در آناتولی صحبت می شده و از بین رفته. بعد متنایی که به این زبان فریگی هست به دو دسته تقسیم میشن، متنای فریگی باستان و متنای فریگی نو. اون متنایی که به فریگی باستان هستن عمدتا در همون منطقه‌ای که فریگی ها ساکن بودن در آناتولی پیدا شده و یکی از تنها متنهایی که خارج از اون محدوده پیدا شده همین متنی است که در باروی تخت جمشید یافت شده و کشف شده. از اون طرف در مورد دموتی هم وقتی صحبت میکنیم، دموتی یکی از زبانهایی هست که و گونه های زبانی هست که در مصر باستان صحبت میشده، البته به یک خط متفاوت از خط هیروگلیف هم نوشته میشده و کاربرد اداری داشته در مصر و یک مد هم در واقع به این خط و زبان در باروی تخت جمشید پیدا شده. بفهم. و خیلی ممنون از توضیحات خوب شما. و علاوه بر اینها دو تا لوح اکدی هم داریم که یکیش از خزانه پیدا شده و یکیش هم از بایگانی بار. در مورد تفسیر این متن‌های تکی که به این زبان‌ها فارسی باستان و اکدی و یونانی و دموتیک و فریگی هستن، خب چند تا تفسیر میشه کرد. اول اینکه این متن ممکنه که متعلق در اصل به بایگانی های بارو و خزانه، در مورد اکدیشون در خزانه هم یک متن بشه، نبودن، متعلق به بایگانی های دیگه ای بودن، در اثر اشتباه اداری وارد پرونده یا فایل بایگانی های بارو و خزانه شدن. این یک وجه قضیه است. ممکنه هم هست اشتباه نبوده باشه و متون دیگه هم از این زبان ها در تخت جمشید پیدا بشن، این رو هنوز نمیدونیم. ببخشید از نظر موضوعی هم فکر کنم که خیلی همنوا هستن، یعنی هم موضوعی همنوا هستن، حقوقی که فقط متن اکدی یه دونه متن اکدیمون حقوقیه، کلیت متونه حقوقه نه حقوقی، مالی و حقوق. بله از نظر ساختار خیلی شبیه ساختار متون بارو هستن که در واقع، یعنی حتی مثلا واژه مریش که واحد مایعات هست در متون ایلامی تخت جمشید، بله، در متن یونانی هم همین واژه اومده، یعنی فکر میکنم دو مریش شراب هستش در اون متن یونانی که مثلا به کارگر تحویل داده میشه. این نکته در واقع یک استدلالیه در واقع نقض اون حرف که میگن که مثلا اینها متونی هستن که از بیرون اومدن ربطی ندارن و اینها. ولی خب از طرفی باز هم میشه استدلال کرد که خب ممکنه که سیستم بایگانی های هخامنشی خیلی در هم تنیده و یک پارچه بودن، همه توی یه قالب مثلا صحبت کرد. ولی واژه مریش در متن یونانی به نظر من نشون میده که متن یونانی، لوح یونانی در
تخت جمشید تولید شده و در واقع در راستای بایگانی باری بوده حالا به ترتیب. یعنی فرمایش شما اینه که میشه مثلا داستان متن یونانی رو لزوماً با اون متنای فریگی و فارسی باستان یکی ندونست، ممکنه مثلا داستان متن یونانی یه طوری باشه اونا متفاوت باشه، ممکن هم نباشه، اینجوری هر دو حالت ممکن هست، محتمل هم هست. منتها یک لوحی هست در متونی که هلوک چاپ کرده، آقای بازله روش کار کرده و نشون میده که از نظر ساختار اداری این لوح باید متعلق به بایگانی آکروپول شوش باشه که در دوره ایلام نو کار میکرده، یعنی حدوداً 50 تا 100 سال قبل از دوره هخامنشی. که این نشون میده که به هر حال لوحه هایی از بیرون بایگانی بارو اشتباهاً داخل بایگانی بارو احتمالش هستش که داخل بایگانی بارو در واقع بایگانی شده باشن. به هر حال دنیای احتمالات اینجا یه ذره وسیع و ما هم با احتمالات زیادی رو هست. حالا اگر که راجع به این بخش شما سوالی دارید که من در خدمتتونم و یا نه ادامه بدم. من یه سوال خیلی کلی داشتم، میخواستم ببینم که آیا شما نظری دارید در مورد این که، البته نظر کنم، میخواستم اگر ممکن باشه در این موردم یه توضیح بفرمایید در مورد خود جایگاه زبان ایلامی. نمیخوایم وارد خود زبان بشیم، به این عنوان که چرا هخامنشیان از ایلامی استفاده میکردن، یه سوال خیلی کلی، یا مثلا چرا از آرامی استفاده میکردن. آرامی رو فرمودید که توی دوره‌های گذشته هم فرمانروایی‌های مثل نوآشوری و نوبابلی استفاده کردن و هخامنشیان هم بر اساس اون توضیحی که به خصوص اول کار دارید که اومدن از یه سری از الگوها استفاده کردن که قبلا استفاده میشده، اونا این زبان هم به کار گرفتن. ولی آیا این موضوع در مورد ایلامی و بقیه زبان ها قابل طرحه؟ ببینید در حوزه زبان ایلامی تفاوتی که وجود داره اینه که زبان ایلامی زبانیه که در منطقه‌ای که هخامنشی ها، پارس ها و ایرانیان تازه رسیده در واقع ساکن شدن، از قبل یک زبان موجود محلی و قابل استفاده است. یعنی برخلاف زبان آرامی که یک پدیده بین‌المنطقه‌ای شده بود از قرن‌های قبل‌تر، زبان ایلامی یک پدیده منطقه‌ای واسه همون منطقه فارس و خوزستان. هخامنشی ها از هلوهوش شاید دقیق نمیشه گفت، ولی میگن از 500 تا 1000 سال قبل تر در منطقه فارس، در ارتفاعات فارس و نواحی مرزی فارس و خوزستان امروزی با ایلامی ها در واقع یک تبادل فرهنگی بسیار گسترده‌ای داشتن، چیزی که بهش میگن اکالچریشن، یعنی فرهنگ دو طرف در واقع در این حال فرهنگ طرف مقابل هم شده بود. حتی بحث شده در این مورد که شکلگیری قوم پارس در جریان همین درهمجوشی فرهنگی ایرانیان و ایلامیان شکل گرفت. ما توی بحث چند زبانگی یک پدیده داریم به نام تماس زبانی یا زبان در تماس. اون تغییراتی که در ایلامی هخامنشی دیده میشه و آقای علیری جمعه راجبش صحبت کرد، به لحاظ تئوریک تحقیق نشون میده که این تغییرات باید تغییراتی باشه که گویشور یک زبان دیگه در زبان دوم در واقع ایجاد کرد. ارزم به خدمت شما در مقاله، در یکی دو تا از مقاله های آقای هنکلمن که من چون کتاب فرهنگ‌پذیری ایرانیان و ایلامیان ترجمه کردم، نشون داده میشه که زبان ایلامی هخامنشی زبانیه که داره توسط کسانی صحبت میشه که در وهله اول از زبانهای ایرانی باستان غربی استفاده میکردن، این زبان مادری و اولشون اون بوده، زبان ایلامی رو به عنوان زبان دوم استفاده میکرد و به این همین دلیل بوده که ساختارهای نحوی و ساختارهای مختلفی رو از زبان اول خودشون به این زبان دوم، این زبان ایلامی تحمیل میکرد. مثل این میمونه که مثلا یک دوست ایرانی بخواد مقاله‌ای به انگلیسی بنویسه تا
داره با کلمات انگلیسی می نویسه، اما چون زبان مادریش فارسیه بعضی جاها ممکنه جملاتشو که تو موقع مقاله خوندن می خونید بگید که این جمله انگار با نحو مثلا فارسی نوشته. مثلا من یه دوستی داشتم، حالا اینم بگم شمن، یه بار یه دوستی داشتم که آلمانیش در واقع زبان مسلطش بود و بعد یه چیزی به انگلیسی نوشته بود و بعد اون چیزی که به انگلیسی نوشته بود در همه حالت شما میدید که فعل در جایگاه دوم جملهش بود، یعنی از نحو آلمانی گرفته بود تحمیل کرده بود به انگلیسیش. این پدیده در اعلامیه هخامنشی هم دیده میشه، یعنی ساختار نحوی ایرانی زبان ها درش دیده میشه. یعنی میخوام بگم که اعلامیه نو رو در اون دوره فرهنگ پذیری ایرانیان تازه رسیده گرفتن، به عنوان زبان دومشون استفاده کردن، تغییرش دادن و به دوره هخامنشی که رسیده دیگه زبان ایلامی براشون زبان غریبه و بیگانه نبوده، زبانی بوده که بهش مسلط بودن. مثل پدیده‌ای که مثلا توی مصر دیده میشه در دوره رومی، یونانی‌هایی که از قدیم در مصر بودن زبان مصری یا قبطی رو گرفتن اما نحو یونانی و رومی رو درش وارد کرد. یه همچین حالتی داشته، یعنی زبان ایلامی زبان خود پارسی ها بوده اما زبان در واقع دومش. و اونطوری که من متوجه شدم به خاطر اینکه در واقع زبان ایلامی قبلا یک کارکرد اداری و سلطنتی هم داشته، تو دوره هخامنشی هم در واقع اون کارکرد ها تثبیت شدن و بله مقدم بله. حتی هستن بر زبان خود هخامنشی هم. بله این برمیگرده به همون جملات اولی که اول سخنرانی گفتم که امپراتوری هخامنشی بله. هست همه ظرفیت های موجود به نحو احسن استفاده میکرده و این زبان ایلامی هم با ساختارهای اداری از پیش موجودش هم در انشان و هم در شوش و جاهای دیگه در خوزستان به نحو احسن از این ظرفیت ها هخامنشی استفاده کرد. بله و حتی شاید اگر که این تفسیری که در مورد اولویت نوشتن زبانها در بیستون هست رو بپذیریم، شاید حتی اصلا ایده‌ای هم برای نوشتن به فارسی باستان تا قبل از نوشته شدن بر روی بیستون وجود نداشته، ولی خب اول ایلامی و بعد اکدی و بعد حالا بعد از یک زمانی فارسی باستان اضافه شد. میشه در واقع گفتش که کتیبه بیستون اول با زبان دوم هخامنشی ها نوشته شده، ممکنه بعد در ادامه خب اون طیف تصمیم گیرنده، اون گروه تصمیم گیرنده هخامنشی ها، نگیم فقط شاه، پیش خودشون فکر کرده باشن که حالا ما که داریم از ایلامی استفاده میکنیم چرا فارسی باستان رو هم با همین ظرفیت های موجود با استفاده از همین دیوان اداری در واقع براش خط ابدا نکنیم و براش چیزی ننویسیم. ببخشید فقط این موضوعی که بفرمایید شما. نه بفرمایید. این موضوعی رو که الان فرمودید که خیلی موضوع مهمی بود در مورد جایگاه زبان ایلامی، اینو در مورد بقیه زبان‌ها میشه مطرح کرد؟ مثلا چرا توی باره تخت جمشید مثلا از بابلی داریم یا اکدی، حالا اسم دیگه زبان هست؟ در مورد که چرا اونها استفاده شدن یا بله دقیقا، مثلا در مورد آرامی رو که فرمودید که به خاطر اینکه دورهای قبلی هم استفاده می شده، در مورد ایلامی هم بله. با یه همچی شکلی، حالا اکدی چرا؟ بله خب به خاطر اینکه ببینید محیط فارس و کلیت ایران در دوره هخامنشی محیط در واقع یک عنصره نیست. شما در الواح بارو از همه جای بایگانی، از همه جای امپراتوری هخامنشی، از بابل، از مصر، از ایونیه، از نمیدونم لوکیه، کاپادوکیه، از سغد، از همه جا در واقع نیروی کار میبین. بله. توی مهرای هخامنشی مهرایی هم که در بایگانی بارو استفاده شده، ما هم سبک محلی رو داریم، این سبکی که متعلق به فارس باشه توی نظر هنر، بحث تاریخ و هنر، هم سبکایی رو داریم که نشون میده که یک گروهایی از آشور یا میانرودان وارد شدن و یک سبک آشوری معابی رو در فارس در واقع روی مهرا اجرا کرد. بنابراین بحث پدیده استفاده از زبانهای دو، سوم، چهارم، پنجم
توی چارچوب کلی‌تر استفاده از ظرفیت موجود دیده میشه که حالا مثلا جلوه‌هایش در هنر دیده میشه، جلوه‌هایش در بحث صنعتگری دیده میشه، اینکه ما صنعتگرانی از مصر داریم. مثلا نمونه خیلی مشهورش کتیبه داریوش در شوش که میگه که فلان کارگر از فلان مثلا هنرمند صنعتگر از مصر آمد، از ماد آمد، چوب صد از لبنان آمد. یه همچین حالتی داره. این دقیقا اعمال میشه، این مدل فکری اعمال میشه روی زبان، و خب میبینیم زبان بابلی هم استفاده میشه. زبان بابلی استفاده شده به علت اینکه بابلی داریم در فارس، به همون علتی که الان مثلا تیم ایتالیایی ایرانی که در لاجوری کار میکنن، خب دروازه های ایشتار رو در فارس ما پیدا کردیم. یعنی ما که منظور آقای عسکری چاوردی و کالیری است. یعنی اگر به نظر من سوال درست این بود که اگر زبان بابلی متنی ازش در فارس پیدا نمیشد، اون وقت باید میپرسیدیم چرا. واقعا الان که تازه همه چیز با هم دیگه جور در میاد و همه چیز با هم دیگه خیلی منطقی به نظر. پس این موضوع رو در مورد بقیه زبان ها میشه مطرح کرد، مثلا اگر دموتی هست، اگر فریگی هست و بقیه زبان ها. خاطر اینکه ما مصری داریم در امپراتور فارس، اتفاقا حالا این نکته هم در داخل پرانتز بگم، مصری ها به احتمال خیلی زیاد از طریق بندرهایی در بوشهر و خلیج فارس وارد فارس میشدن، منطقه فارس. این هم در یک مکانی هست به نام تموکن که در سواحل جنوبی خلیج فارس و از جنوبی ترین جاهایی هستش که بایگانی بارو باهاش در ارتباطه. خلاصه یعنی انگار که جهت جریان هنری، زبانی، فرهنگی، همه چی به سمت فارس و مرکز امپراتوری از جاهای مختلف میاد. البته برعکسش هم بوده، پارسی ها و ایرانی ها هم در همه جای امپراتوری دائما در حال در واقع رفت آمد و داد و ستد فرهنگی بودن که همان که دیده میشه و در همه جا. مثلا ما در ترکیه امروزی هنر یونانی پارسی رو در مهراش مثلا میبینیم. یعنی فقط این وضعیت در فارس نیست، یه وقت این سوء تفاهم نشده، همه جای امپراتوری هست. آقای صفایی، آیا امکانش هست یک مثالهایی را هم برای اینکه بتونیم بیشتر با این به خصوص حالا ایلامی، الواح ایلامی که توی بارو پیدا شده برام بفرمایید؟ مثلا از نظر زبانی یا واژه ها اینا مثلا چه تفاوتایی با بقیه متن ایلامی دارن؟ اگر اجازه بدید یه مختصری راجع به اون بحث زمان و مکان بایگانی بارو بگم در حد 5 دقیقه که مثال یه ذهنیتی از کلیت بایگانی بارو دست پیدا کنه بعد خدمت شما. ببینید، بایگانی بارو معروفه که اسنادش متعلق به سال 13 تا 28 در واقع سلطنت داریوش هستند، یعنی در اواخر سده ششم قبل از میلاد. بایگانی خزانه تخت جمشید اما دوره خشایارشا و اوایل دوره اردشیر اول رو هم از نظر زمانی پوشش می‌دهد. از نظر مکانی هم که همونطور که گفتم، فارس امروزی تا نزدیکی‌های اصفهان، از جنوب شرق تا نزدیکی‌های نیریز امروزی، از جنوب تا نزدیکی های بوشهر و خلیج فارس امروزی و از غرب تا نزدیکی های رود مارون و نواحی از کوکیلو بیار احمد، این حوزه تحت نظارت بایگانی باروی تخت جمشید هست. بله. که درش اسناد اداری در واقع پیدا شده. اگر که مثلا دوست داشته باشین ما میتونیم یکی دو تا از متنها رو در حد مثلا متنهایی که سبک باشه جملات کوتاهی ازشون رو بخونیم و یه خیلی ممنون میشم. خیلی مختصری در واقع این نمک بحث ماستون باعث میشه یکم ملموس‌تر بشم متن. خب باره بله از من یه متن ساده ای رو از متنهای چاپ شده خدمت شما میخونم. بله. متن شماره 17 هست، یعنی PF 17، PF مخفف پرسپولیس فورتیفیکیشن.
ما در ابتدای متن همیشه با عدد روبرو هستیم، یعنی به ما میگه که چه مقدار کالا در واقع قراره که توزیع بشه یا در انباری ذخیره بشه. متن با این شروع میشه که مینویسه دو خب دو تا در واقع میخ هست، نشانه می که عدد 100 رو نشون میده و بعد 40 و بعد 1. یعنی 41 رو اینطوری نیست که مثلا الان یه 4 بذارن و یه دونه 1، 40 رو مینویسن بعد 1 رو مینویسن. پس 241 میشه کلا. نه بله، البته یک نشانه یک دوم هم بعدش میادش. آها بله. و بعد نام دویست و چهل و یک و نیم. این واحد بر اساس بار هست. بار یه لوگوگرامه، یه حوزوارشه، یعنی متعلق به زبان ایلامی نیست، از میان رودان گرفته شده و بعد به جای بار، حتی خود لفظ بار در متن نیومده، ولی چون در واقع کالا قله هست، در ادامه میبینیم واحد قله بار هست. 241 کنیم بار حدوداً شما باید ضرب در 10 کنید که مثلا کیلوگرم یا لیترش رو به دست بیارید، میشه 2415. باشید، فقط من یه توضیح کوچولویی بدم که این کلمه بار در واقع توی متن‌های آرامی هم به کار رفته و مثلا توی متن‌های آرامی که تو خود باره بره نوشته شده باشه. درسته جان؟ بفهمید. ببخشید من نشیدم چی فهمید. به صورت عبور و عبورا به کار رفته و توی مثلا کتاب مقدس هم به صورت بارا به معنی قله به کار رفته و بعضی اینو با کلمه بر توی عربی که به معنی زمین هست مرتبط میدونم، به این معنا که یک در واقع ارتباطی بین مکان و خود اون چیزی که در مکان بوده، یعنی زمین کشاورزی و اون چیزی که در زمین کشاورزی کاشت می شده بین این برقرار کردن. بعضی اینو با کلمه بر توی عربی هم همیشه می دونم. خیلی جالب بود، ممنونم. نزدیکتر بشم به بچه دوستان با خود باشم. حالا موقعی که چند تا مثال از زبان آرامی بزنم اونجا مثالایی میگم که مخاطب در واقع بتونه با زبانهای امروزی هم، چون آرامی با عربی و زبان سامی در ارتباط هست، آشنا بشه. خیلی ممنون. و بعد از این مقدار عدد جنس کالا رو ما داریم. جنس کالا هم با دوباره با همین لوگوگرام واژه‌نگار یا همون حوزوارش در واقع بیان میشه. شبار نوشته شده، شبار و بعد نشانه مش. نشانه مش خودش لوگوگرامیه که نشون میده واژه قبلی لوگوگرامه. هر واقع. و معنی قله میده. در ادامه اومده کورمین ای بکمنه. این یه فرمول اداری هست. حالا کورمین یا کورمن، الان دیگه بیشتر کورمن حرف نویسی میشه. کورمن نام شخصی و نه یک فرمول هست که در واقع خود واژه کورمن ریشه و هستش کور هست. کور یعنی دست. کورمن فلان شخص نه یه دونه پس اضافه است، همون چیزی که آقای علیری بهش میگفت حرف اضافه پسایند، یه پست پوزیشنه که وابستگی رو نشون میده. تحت لفظی یعنی توسط دست فلانی. حالا با توجه به کانتکست ترجمه مثلا میکنن که تخصیص از سوی فلانی. اینجا این کارمند اداری که در واقع مسئول تخصیص این کالا بوده و با این فرمول اداری توصیف شده اسمش از ایبکمه. حالا ایبک این در واقع تأمین کننده های کالا عموما کارمنداری بودن که در انبارهای سلطنتی کار میکردن. انبارهای سلطنتی یه نهادی هن که در وهله اول وظیفه اخذ محصولات کشاورزی رو به عنوان مالیات بر جنس بر عهده دارن. در مرحله دوم حالا این در واقع محصولی که دریافت کردن و به عنوان مالیات
باید داخل سیستم اداری حکومتی توضیح بکنن، یعنی کارگرانی که دارن واسه حکومت کار میکنن از این مالیات های اخذ شده در واقع تامین آذوقه میشن. در مرحله بعد یک فرد دیگه کالا رو تحویل میگیره، زبره دوشه، یعنی زبره دریافت، دوش در واقع تصریف اول، چون سه تا صرف داریم، در سه تا تصریف در واقع داریم در اینم، این تصریف اول فعل دریافت کردن هست در صیغه سوم شخص مفرد. اون نشانه ش نشون میده که این صیغه سوم شخصه، مثلا مفرد و جمعش رو هر دو رو با ش نشون میدن، اون تا از اینکه یه دونه آدم هست ما میفهمیم که این سوم شخص مفرد هست. و ای که در انتهای واژه دوشه میاد، اون جمله در واقع پیرو رو نشون میده، یعنی مثلا تو فارسی باید ترجمه بشه که یا مثلا و فلانی دریافت کرد و این به اون عبر میگرد. و شولگی کویز دست اینجا برمیگردیم به اون که خدمت شما گفتم، دقیقا اون چیزی که نوشته شده هم نمیخونیم. ببینید فعل نوشته شده کویز دست. آواشناسی ایل از آل آواشناسی ایلامی میدونیم که هجایی که به او خط بشه، مثلا ما کو داریم، اگر از هجای بعدی در واقع ای بیاد، این ایه ارزش آوایی نداره، یعنی کویزده رو باید احتمال زیاد بخونیم کوزده یعنی بردن. و در واقع باز دوباره مثل فعل بالا از تصریف سوم هست و اون ای آخر هم دوباره جمله پیرو رو نشون میده، میگه که زبرایی که اون کالا رو دریافت کرد این کالا رو برد به مکانی به اسم شولگی. و خب حرف اضافه هم که اینجا نداریم، یعنی شولگی خودش اون در حالت در واقع اون حرف اضافه رو تو خودش داره. و بعد دوباره فرمول زمان رو داریم، میگه که به اول 22 اومنه، به اول یعنی سال. ما باز دوباره به اول رو به اول می نویسیم اما به اول نمی خونیم، خونده میشه بل، به خاطر اینکه هجای اول مختوم به ای و هجای دوم مختوم به او، این رو باز دوباره می دونیم که باید بل رو بخونیم. سال 22. این یه متن خیلی ساده است که میگه که یه کالایی در واقع توضیح شد، دریافت شد، به مکان فلان برده شد. حالا یه متن رو انتخاب کردم چون همه متن‌ها هم پرداخت به کارگر رو مشخصا قید نمی‌کنه، در حال نشون دادن داره نشون میده که کالا داره میچرخه. برده شده به شولگی که احتمالاً اونجا به کارگر پرداخت بشه، منتها این قسمت رو توی این لوح ما نداریم، باید در یک لوح دیگه‌ای ثبت و ضبط شده باشه قاعدتا. این در واقع یک متن ساده و شسترفته است و در واقع بقیه متن‌هایی هم که ما داریم بیشترشون مثلا یه ترکیب کلیشه‌ای همینطوری دارن، درسته؟ که مثلا تیپ های مختلفی هست، ولی از این متن مثلا ما چند ده متن داریم مشابه این که یک کالایی تخصیص داده شده، یه نفر دریافت کرده برده به یک مکان دیگه. در واقع یک تیپ شده در واقع. در واقع توی متن‌های اداری و اسنادی هم که همین امروز هست، یه سری مؤلفه‌های خیلی مهم رو توی همه متن‌ها می‌تونیم ببینیم، مثلا اینکه چه زمانیه، مقدار کالا چقدره، کسی که داره مسئول این کاره چه کسی است و کسی که در واقع تحویل گیرنده است یا شاید حتی مکان تحویل گرفتن، که همین الان هم در واقع توی اسناد به کار میره. بله. خب حالا مثلا این یه دونه فعل، یعنی این یه مثال خیلی واضح بود. مثلا ما یه مدل دیگه هم از متن داریم که متنایی هم که بهشون میگیم دستور کتبی، یعنی یک مقام بالاتر به یک مقام پایینتر دستور میده که یک کاری انجام بشه. بله. مثلا من متن پی اف ای 27 فقط دو سه تا جملهش رو میخونم. میگه که موشین زیکیب، یعنی حسابداران، موشین یعنی حساب،
و زیکیپ در واقع میشه قرار دهنده یا تنظیم کننده. روی همین اصطلاح حسابداران ترجمه کنید. موشین زیکیپ شولگی، نه این شولگی همون مکان نیست تو متن قبلی بود. البته این دو تا متن ربطی به هم ندارن، ولی خب در واقع یک مکان تصادفا تو متنی که انتخاب کردم دو تاش به یک مکان مرد. حسابداران شولگی، حسابدارانی که در شولگی مستقر هستن، اون نداره اینجا وابستگی رو نشون. اپ به آنها تو روش بگو. فعل امر خیلی جالبه که در ایلامی یکی از مدل فعلای امری که داریم، فعل امر یکی از همون تصریف اول ساخت هستش، یعنی از نظر ظاهری و ساختاری همون تصریف اوله در صیغه سوم شخص مفردی که اونجا بود، اینجا میشه دوم شخص مخاطب. یعنی اگر میخواستیم بگیم او گفت، بازم میشد تو روش. آها دقیقا. ولی بگو هم میشه تو روش، جفتش یکی. یعنی اون شی که آخرشه، اگر که بخوایم به صورت اخباری در نظر بگیریم، سوم شخص مفرد و سوم شخص جمع نشون میده، ولی الان توی این متن بنابر ساختار توی تصریف اول بله فعل امره در واقع امر دوم شخص رو نشون میده. بله بله. حالا چی رو بگو؟ میگه که ایل دبمه، ایل دبمه قبلش یک تخصیصگری میاد. تخصیصگر همونیه که آقای علیالی بهش میگفت سرد نشانده، دترمینیتیف. ایل دبمه نان نهن کیمین، کیمین در واقع ایزنه، یعنی نشون میده که اون چیزی که در بالا اومده، در خط بالا اومده، همون اینجا کپی میشه. در خط بالا چی اومده بود؟ تروش اومده بود. تروش چی بود؟ بگو یا میگوید یا سوم شخص. اینجا اتفاقا سوم شخص مفرده، میگه که به آنها بگو که ایده به من میگوید. آها آها آها، یعنی شما یک فعل رو داری، حالا درسته که با ایزن اومده، ولی دو تا بچه و صرف متفاوت. این بله. مثلا از شاید مثلا یکی از زیبایی های زبان ایلامی بشه که کاملا بستگی به بافت مد داره و البته دریافتنش هم نیاز به این داره که واقعا آدم مدها رو دیده باشه و بتونه تحلیل زبانی درستی ازشون داشته باشه. آره آره. و بعد حالا در ادامهش مثلا میگه او شره، من دستور دادم، که حالا دیگه بقیهش رو نمیگه. دستور میده که از ملکش از مقدار جا به جایی صورت بگیره، چون املاک در واقع درباریان یکی از منابع تولیدی بایگانی بارو هست و به این ترتیب. حالا اگر که باز تا اینجا سوالی هست، من بشنوم که شما سوالی یا فرمایشی داریم و دخل بدیم. نه خواهش کنم، در ادامه میخواید مثالای دیگه ای رو باز بفرمایید درسته؟ حالا میخوام به جای اینکه راجع به جمله و ساختارهای کلی تر بگم، میخواد چند تا کلمه و چیزایی که ملموس تر هم واسه مخاطب، چون احساس میکنم ممکنه یه جاهایی نتونه دنبال بکنه اگه با همون روش ادامه بدیم. ببینیم مثلا خب طیف کالاهای خوراکی که داریم غالبا غلات رو شامل میشن. بله. مثلا جو، مثلا نمیدونم آرد، گندم، حتی بذر، ما بذر رو هم داریم. حالا بذر رو گفتم یه چیز خارج از بخش جورای خوراکی بگم، میخوام شما رو امتحان کنم، برای شما سورپرایز. خوش. اگر یادتون باشه گفتم که کاربران یا استفاده کنندگان زبان ایلامی هخامنشی در اصل زبان مادریشون ایرانی بوده. بل. این راهنمایی هم خدمت شما کردم. و صحبتمون هم راجع به بذر و دونه بود، درسته؟ بله. یه لقبی هست در همین اسناد، یک فردی که داره یک کاری انجام میده. من عنوان این لقبش رو خدمت شما عرض میکنم، شما ببینم میتونید حدس بزنید که عنوان لقب به چی اشاره داره. لقبش در ایلامی نوشته شده تو مره، تو مره ایرانیه این کلمه ریشش.
تو مره به بذر و دونه و اینا مربوطه. تو بره باید باشه درسته توی فارسی باستان؟ نه استثناءن این به همون مه. آها دیگه دارم میگم دیگه خیلی واضح است. بذر و دونه و تمره و این من واژه رو نشتیم. این کسی که در واقع حالا امروزه به اون واژه تخمه و اینها گفته میشه. آها آها ره پسوند سوم شخص مفرد واسه جاندار که تو ایلامی یعنی میشه مسئول بذر و دونه، مسئول تخمه. در واقع تغمه بره درسته؟ جان؟ تغمه بره یا تغمه بره اگر مثلا بخوای بخوای تحلیل ریشه شناسی بکنی آره، ولی فرم نوشتاری شده من شما هست کردم بخاطر همین شما رو در واقع یه مقدار گمراه. خواهش میکنم. حالا مثلا خود دونه در اسناد ما با مثلا واژه هدومیه نوشته شده. مثلا ما از واژه های ایرانی دیگه که داریم به واژه هست بنوره نوشته شده. بنوره بنوره بله این در واقع از ایرانی باستان پنیره اومده چون او و ای در ایلامی قابل تبدیلن و در واقع بنوره شاید میشه گفت یکی از کهن‌ترین ارجاعات به واژه پنیره در ایرانی باستان. بله. یا مثلا واژه خوراک با عبیبن نوشته شده. حالا راجع به ایرانی صحبت کردیم، راجع به مثلا وام واژه های اکدی هم صحبت بکنیم. اردک در بایگانی بارو واژهش بسپس هست که این یک وام واژه بود از اکدی پسپسو. یا عرضم به خدمت شما که مثلا ما یه واژه‌ای داریم به نام کودگینه که به هلو و آلو اشاره داره. این واژه حالا یه ذره توضیح ریشه‌شناسی و در واقع اتیمولوژیش سخته، ولی احتمالاً همون واژه‌ایه که بعدها واژه ایرانی بوده در اصل مطابق ایلامی نوشته شده. بله. در ادامه تطور زبان‌های ایرانی به واژه گوجه ختم شده. مطابق گوجه رو الان به این میوه قرمز رنگ میگفتیم. قبل‌تر ارجاع و دلالت داشته به آلو و چیزهایی از اون قبیل. یه واژه دیگه هم هست از خوراکی‌ها که در واقع یه خوراکی سلطنتی واسه کارگر یا قشت زحمتکش جامعه نیست، واسه خان و سفره شاه به اسم مدوکه. مدوکه رو عمدتا الان عسل ترجمه میکنن، منتها ریشه واژه ایرانی از مز و مز آزه دالی به معنی در واقع نوشیدنی شیرین و امثال اون میاد. این یک چیزیه که شیرین شده از نظر واژه‌ای، یعنی حالا حتی شاید هم الکلی شده باشه، یعنی به خاطر اون کی که بچه وصفی مجهول رو در ایلامی نشون میده آخرش. منتها با توجه به مقایسه، چون ما از متون ایلام از متون یونانی مثل پولیا انوس یا هراکلیدس در واقع فهرست خوراکی‌هایی که سر سفره شاه گذاشته می‌شد رو هم دار. آقای هنکل من یه تحقیق داره در یک مقاله صد و خورده صفحه‌ای به نام Table of King Eudabama Eutychuna and Kerkish. Kerkish همون ساتراپ کرمان. که اونجا با این مقایسه این فهرست‌ها در واقع استدلال می‌کنه یا نشون میده که این مدوکه باید به اصل ارجاع بده. من داشتم فهم کردم شاید خربوزه باشه. نه خربوزه متاسفانه مستند حداقل ما نمیشناسیم که چی بوده و اینها. حالا مثال های دیگه هم هست. عرض کردم که علاوه بر این کالاهای خوراکی که از غله و شراب هستن، ما گوشت حیوانات رو هم خیلی نادر بیشتر در مراسم قربانی واسه خدایان، چون مراسم قربانی واسه خدایان هم
یکی دیگه از مستندات ما از بایگانی بارو هست. اونجا این حیوانات با یه واژه توصیف میشن، اینجا دیگه شما رو امتحان نمیکنم، خودم میگم. این واژه زرکه هست. کی که در انتها اومده همون کی بچه وصفی مجهوله، یعنی یک چیزی شده، یعنی ضرر شده، اون حیوان ضرر شده، به چرا رفته، به چرا رفته. این ترای ایرانی باستانه که اینجا در واقع دیده میشه. اینا همش در واقع تبادلات زبانی رو نشون میده بین زبانهای ایرانی و ایلامی. حالا اگه بخوایم به آرامی هم اشاره بکنیم، خب ما بعضی از کاله ها رو هم اسمش رو داریم با آرامی. اگه نکته ای فکر می‌کنید می‌خواید بگین که من در خدمت. در واقع تا الان صحبتایی که کردیم در مورد واژه‌ها و جمله و اینا، در واقع کلمات و واژه‌هایی بود که به و جملاتی بود که به ایلامی نوشته شده بود. بله. بله. یه دو سه تا مثال در مورد واژه‌ها هم میگم از زبان آرامی. مثلا یک کالایی هست، نوشیدنیه که با خ، میم و ر نوشته شده. توضیح خدمت دوستان که زبان آرامی بر روی الواح بایگانی با روی تخت جمشید به خط عبری نوشته شدن و حرف نویسیشون در واقع فقط حروف رو می نویسن. یعنی من به خاطر اینکه میگم خ، میم، ر تلفظ نمی کنم واژه رو، علتش این هست. و این همونیه که بعدها مثلا شاید از طرق دیگه وارد زبان فارسی شده، شاید از عربی، نمیدونم واقعیه، و معنی خب شراب میده، خمر. الان توی آرامی هم البته این کلمه وجود داره. فقط من یه چیزی رو بگم، فکر میکنم خطی که هست خط آرامی نامیده میشه، اون خطی که در واقع استفاده میکردن تو دوری اخامنشی، خط آرامیه. و واژه هم به صورت حمر، همراه، با ح البته جیمی خونده میشه. و همون واژه‌ای که توی بله و همون واژه‌ای که توی عربی به صورت خمر داریم به معنی شراب. بله. خب بعد ازم به خدمت شما. حالا این از بحث جیره، ما خب ما راجع به محرم یه صحبتی کوچولی بکنیم. مهر بله حتما غالبا به صورت نقش مهر و اثر مهر در واقع اومده و هلوهاش یک دیتابیس هلوهاش 4000 یا 5000 اثر مهری کار شده از سمت مارک گریسون دیده میشه. مارک گریسون روی مهرای کتیبه های ایلامی و خانم دوزینبره روی مهرای کتیبه های آرامی کار میکنه. این هست. خود مثلا واژه مهر در ایلامی کلمه حلمی هست که معنی سند مهر شده هم ازش اقتباس میشه در واقع. و در آرامی با همین به قول شما هی جیمی الف ت و م نشون داده میشه، اون چیزی که الان تو فارسی بهش میگن خاتم. دقیقا که این کلمه حثم حثمو هست و در واقع همون کلمه ختم هست که توی فارسی و عربی، یا کلمه خاتم هم که به معنی حالا انگشتر هم به کار میره، ولی در واقع به معنی انگشتری. آره خاطر میدونیم که در انگشتری هم به صورت مهر استفاده شده در طول تاریخ از گذشته تا به امروز و همین الانش هم هست. الان مثلا این انگشتر رو در نظر بگیرید، این انگشتر رو بعضی خودش مثلا کاربرد این مهر داره. بله البته بگم ها، یکی دو تا مورد هم هست در بایگانی بارو که از سکه هم به عنوان مهر استفاده شده، یعنی نقش یک سکه روی لوح هستش. بله. اعظم به خدمت شما. حالا این عرایز بنده تا اینجا، اگر که سوالی هست راجع به کلیات که من جواب بدم، و اینا فکر میکنم آماده باشیم که بتونیم برای نظرات بشیم. ببخشید میخواستید در مورد مرها هم یه توضیح بفرمایید؟ اون رو هم اگر که توضیح بفرمایید ممنون میشیم. بله. بعدش اگه موافق باشید بریم سوال سوالات دوستان. بله. مهرا از نظر فیزیکی دو دسته هستن، یکی مهرای استوانه‌ای، یعنی حالت قلتک روی لوح میچرخن و اثر مهری که میذارن بنابراین تکرار داره، یعنی اول و آخرش معمولا تکرارشون یک مهر مشخص قلتیده. مهر دوم مهر مسطح هست، همونی که امروزه بهش میگن مهر استانبی، یعنی یک بار کوبیده میشه، قلتکی نیست. اینا دو تا تیپ
کلی مهرا هستن، از نظر اداری خیلی اهمیت دارن واسه ما، چون بخش از اطلاعاتی که رو توی متن نیست رو ما میتونیم با ردگیری مهرها در واقع شناسایی بکنیم، چون مهر امضاست، حکم امضا رو داشته در سیستم اداری. مثلا اگر رئیس اداره تامین گوشت مهرش جای خورده باشه، خب این نشون میده که اگر حتی فهرست کالا روی اون کتیبه نیامده باشه، ما میفهمیم که این راجب گوشت بوده، چون مهری روش خورده که ما میدونیم این مهر رئیس اداره تامین گوشت هست. اطلاعاتی از این دست به ما میدن مهرها که خیلی مهمن و در واقع بخش عمده‌ای از کارم. خود نقشی که روی مهر اومده برای ما مهمه. سه تا در واقع تیپ مختلف از نظر تاریخ و هنری داره. یکیش سبک آشوری معابه، یعنی اون المان‌های که روی هنر آشوری می‌بینیم دیده میشه. یکیش سبک درباریه، یعنی سبکی که در فارس بهش میگن سبک درباری، سبکی که در فارس و برای در واقع اون بخش سلطنتی جامعه در واقع استفاده می شده. مثلا اون نقش گوی بالدار اون ویژگی متمایز سبک درباریه، چون مثلا روی نقوش مختلف سلطنتی هخامنشی دیده می شه. یه سبک دیگه ای هم هست بهش میگن سبک فارسی متقدم، قبلتر بهش ایلامی نو هم می گفتن. سبکیه که در واقع مهرهای موروثی رو نشون میده. بعضی از مهرها بهشون میگن مهر موروثی، مهرهایی هستند که قبلتر در سیستم ایلامی نو استفاده شدن، مثل مهر ایردبهمن یکی از بانوان درباری. این مهرهای ایلامی نو اومدن استفاده شدن در دوره هخامنشی و به صورت موروثی در واقع به کار گرفته شدن. این مثال دیگه ای هم ازش هست، مهر ارشامه هست. ارشامه پسر داریوش و تشتونه هست. این مهر بعداً روی الواح مربوط به ارشامه ساتراپ مصر خداوش 780 سال بعد دیده میشه. یعنی نشون میده که یک مهری که در بایگانی بارو استفاده میشده بعدها رفته به مصر و اونجا به کار رفته. این در واقع اهمیت مهرها رو از نظر تباری و دودمانی هم حتی نشون. بعد یه چیز دیگه که الان من داشتم تعجب میکردم یه لحظه به ذهنم اومد اینه که ما ظاهرا یه سری چهره های جدید ناشناخته به یک معنا یا کمتر شناخته ای ظاهرا توی این متن داشتیم. آها، که این متن در واقع به اون کمک کردن که شناخت بهتری در موردشون داشته باشیم، درسته؟ بله. مثلا ما از بین درباری ها کسی که بیشترین کارگر رو در واقع در اختیار داره و براش کار میکنن املاک خصوصی داره ایردبهمن هست، که واژه ایردبهمن رو فقط از بایگانی باروده. هرچند که ایردبهمن یک لقب یا اسم دومی هم به نام ابموش داره که این با این اسم دوم از متنای بابلی بعداً شناخته شده، یعنی تو بابل هم ملک داشت. این همون اسمیه که بعدها مثلا به صورت اپامه، اگر اشتباه نکنم اسمش البته ها نه خودش، اپامه بعدها همسر فکر کنم سلوکوس اول میشه مقارن با دوره بعد از هخامنش. یعنی یک اسم سلطنتیه. بله. ابموش یا اپامه یا اپامه. اما خود ایردبهمن، بله، خود واژه ایردبهمن رو ما تنها از بایگانی بارو داریم. بله، پس از این جهت هم این اسناد خیلی مهم هستن. البته من یادمه که سخنرانی قبلی و گفتگوی قبلی که داشتید با آقای دویرهاوی عزیز در مورد این هم صحبت کردید که ظاهرا زنان هم توی این اسناد نقش پررنگی داشتن و یه سری از اطلاعاتی که ما در مورد زنان در دوره هخامنشی داریم مربوط به این متن هست، درسته؟ و فکر کنم توی مقاله جدیدی هم که نوشتید و هنوز چاپ نشده اشاره ای کردید به این موضوع، یا کلا در مورد این موضوع، درسته؟ ما طیف متنوعی از صنعتگران رو، کسی که کار هنری میکنن، پیشه‌ور هستن رو در بایگانی بارو داریم. بله. توی تشکیلات گروه های کاری این صنعتگرها
مرد و زن بالغ و کم سن و سال بچه هم دیده میشه. اکثرا عموما از نظر جمعیت شناختی جمعیت زنها بیشتر هست نسبت به جمعیت مردها، و اما دو تا گروه کاری هستن، دو تا متخصص صنعتگر هستن که اینها با تخصیصگر مؤنث اومدن، یعنی کلیت اون گروه با اینکه توشون مرد هم به تعداد کم هست مؤنث تونسته شده. یکی از این گروه های کاری رو توی اون مقاله‌ای که مورد نظر شما هست برای بافندگان هست بنده تحلیل کردم. بعد من امروز نخواستم راجع به زنان صحبت بکنم، می‌خواستم که اون روز با آقای دویحابی من صحبت کرده بودم. بله، من فقط خواستم یه اشاره کنم و دوستانی که داخل لایو حاضر هستن یا کسانی که بعداً این گفتگو رو می‌بینن بتونن از اون گفتگوی بسیار مفیدی هم که داشتید با آقای دویحابی عزیز از اونم بهره مند بشن. اگر که مطلب پایانی به ذهنتون میرسه بفرمایید، وگرنه که بریم سراغ سوالات دوستان. نه مطلب خاصی نیست، در خدمت. خب پس اگه اجازه بدید من این قسمت کامنت ها رو باز کنم و دوستان اگر که سوالی دارن در قسمت کامنت ها بفرمایید. خیلی ممنونم ازتون آقای صفایی، خیلی لطف کردید، توضیحات خیلی خوبی دادید و الان ببینیم که دوستان اگر که سوالی دارن سوالات رو بپرسن. تو این فاصله من میخواستم یه تشکری هم کنم از دو تا از دوستان، یکی آقای محمدعلی دویرهاوی و همینطور خانم زهره رئیسی که در واقع این سنت گفتگوهای اینستاگرامی رو راه انداختن و این دو نفر به ذهن من میرسه که به خصوص در رشته های مربوط به ما مثل تاریخ باستان شناسی یا زبان های باستانی خیلی زحمت کشیدم و خواستم که اینجا ازشون تشکر کنم. خب دوستان اگر که سوالی دارن سوالات رو بپرسن که من از آقای صفایی بپرسم. تو این فاصله من یه واژه به ذهنم رسید که این واژه رو به نظرم رسید جالبه بگم خدمت دوستان. حالا اون واژه تومره رو یا دومره رو که شما فرمودی، تومره بله، که کلمه تهمه که به معنی تخمه، هم به معنی تخمه است و هم به معنی تخم و دانه، این رو توی اسناد آرامی هم که توی باره تخت جمشیده داریم، مثلا اون واژه‌ای که براش به کار رفته زرع و زرعا هست و جالبه که این کلمه زرع و زرعا برای نمونه توی نسخه آرامی بیستون برای معادل تهمه به معنی نواده یا به معنی فرزند یا یک همچین معنی به کار رفت. دوستان سوال پرسیدن، من سوالا رو بخونم خدمت شما. آقای دکتر مطلوبکاری فرمودن که در اوستایی به معنی مذو در اوستایی به معنی شراب است، آیا احتمال وجود دارد که مذوکه ایلامی به معنی شراب عسل باشد؟ چون عسل فراورده دربانی است ولی شراب عسل به خواص اختصاص داره. اعظم به خدمت شما که سلام خدمت آقای مطلوبکاری و تشکر بابت سوال خوبشون. ببینید مشخصه که ما یک مایه سر و کار داریم، چون واحد اندازه‌گیری که استفاده شده واحد اندازه‌گیری مایعات هست. به لحاظ ترمینولوژیک من اگر بافت و در واقع کانتکست رو میخواستم بذارم کنار، این واژه رو ترجمه میکردم نوشیدنی الکلی شده. منتهاش تحقیق هنکلمن منابع بیرونی، منابع یونانی رو هم در نظر گرفته که اون منابع هراکلیدس و پولیائنوس هستن که فهرستی که ارائه میکنن یه تطبیق خوبی داره با فهرستی که ما واسه خان شاه داریم از بایگانی بارو. به خاطر همین من با یک چیز عسلی شده و یا عسل مخالفت جدی ندارم، اما این رو دوست دارم تأکید بکنم که کانتکست اوستایی رو شاید نتونیم عیناً اینجا در فارس هخامنشی در واقع پیاده بکنیم، هم به خاطر تفاوت سنتی که در جامعه اوستایی وجود داره که اصلا ما نمیدونیم منظر زمانی کجای
تاریخ بذاریمش، هم به لحاظ محتوایی، بافت دینی، بافت اداری و غیره. باشه، منم یه توضیح میتونم اینجا عرض کنم خدمت دوستان. باز توی واژه‌های آرامی که توی اسناد باری تخت جمشید است و البته بعضی جای دیگه اسناد آرامی هخامنشی، ما یه کلمه‌ای داریم که به صورت پ ت پ یا پ ت پ الف نوشته میشه، جیره. بله دقیقا، و پیتفا یا پیتفا خونده میشه توی پیتفا. بله پیتفا یا پیتفا، هر دوتاشو میخونن. بعد این واژه توی آرامی هخامنشی به معنی سهم یا جیره استفاده شده، خب، ولی در صورتی که وقتی تو واژه‌های ایرانی نگاه میکنیم، برای نمونه مثلا تو خود اوستایی کلمه پیتفا در واقع به معنی چیه؟ به معنی خوراکه. یعنی از نظر معنایی بین اوستایی، واژه اوستایی و واژه آرامی که از اون واژه وام گرفته، در واقع یه تفاوتی وجود داره. و کلمه پیتفا رو شما توی متن‌های مانوی مثلا اگر نگاه کنی با کلمه پیت، در واقع همون کلمه پیت هست که مانی مثلا میگه که میود پیت نخورم، یعنی در واقع شراب و گوشت نخورم. یا مثلا توی کلمه رپیتوین، اگر که دوستان شنیده باشن این اسم رو که مربوط به زمان زهر هست، به زمان آرمانی زرتشتیه، باز این کلمه رو میشه دید. میخوام عرض کنم که با وجود این که توی اوستایی و توی زبانهای ایرانی دو تا معنای کلیه، یکی خوراک و یکی هم به هر حال زمان به خصوص زهر رو داره اشاره میکنه، ولی مثلا توی متن آرامی در واقع به معنی جیره است و کاملا فرق داره از نظر معنایی. این احتمالا در مورد ایلامی هم این موضوع صادقه. بله، یکی از دوستان پرسیدن که میشه در مورد واژه‌های مرتبط با اندازه‌گیری اجناس در الواح بفرمایید؟ بله، ببینید کالاهای ما دو تا طیف کلی جامدات و مایعات رو شامل میشن. ما برای جامدات، یعنی منظورم از جامدات در واقع چیزایی مثل غله و گندم و گوشت و این هاست. برای غلات همونطور که گفتم از خزوارش بار یا بر استفاده میکنن. برای مایعات از واژه مریش. در مورد واژه مریش آقای رودیگر اشمیت یه مقاله‌ای داره که استدلال میکنه این واژه در اصل ایرانی بوده، منتها در موردش حرف و حدیث هست. شما چون این واژه رو هم در متون یونانی میبینید، حالا غیر از اون تک متن یونانی که از بایگانی بارو پیدا شده، در خود متون کلاسیک یونانی هم واژه مریش دیده میشه، هم در زبان ایلامی میبینید، هم در میان رودان میبینید، همه جا میبینیمش. منتها من نمیتونم حالا خیلی اظهار نظر کنم راجع به نظر رودیگرش. این دوتا واژه هست به طور کلی و واژه های دیگه هست، ولی اینها پربسامدترینشون هست. بکنم بله. سخته کامنت خوندن نه؟ آره یکم باید اینجوری بشم. بله. دوستان تشکر کردن. یکی از دوستان پرسیدن، ببخشید خانم جاستیتا فرمودن چی؟ سلام و احترام، بدر موز، نمیدونم معنی چیزی که نوشتن چیه، ببخشید. خب اگه دوستان سوالی دارن من از یه کسی راجع به واژه شراب پرسیده، مثل اینکه نوشته بودن که دارم در مورد شراب توی متن‌های ایرانی باستان تحقیق میکنم یا نوشیدنی‌های سکرآفرین، بعد همین دیگه، ولی سوال نپرسیدن. ولی ظاهرن اونطوری که شما فرمودید. اینو من پس اضافه بکنم اگر اجازه بدید. ما در مورد واژه آرامی شراب صحبت کردیم، در مورد ایلامیش هم بگیم. برای ایلامیش از خزوارش یا لوگوگرام سومری گشتین استفاده میشه، یعنی به صورت خزوارش هست واژه شراب. حالا دین پژوهش میکنید شاید به کارتون بیاد. بعد فرمودن که موزه ملی یک لوح وجود داره که در اون نوشته شده کمپک آن را دریافت کرد و برای خدای هومبر. فکر کنم منظورشون در مورد اون بخش
آینی متن هست، درسته؟ بله بله. تا جایی که میدونم خدای هومبن در واقع پربسامدترین خدایی است که در آیین‌های قربانی بایگانی بارو جیره دریافت میکنه. 27 بار خدای هومبن در قربانی‌ها و نذور آینی جیره دریافت میکنه، در حالی که اهورامزدا حدوداً 10 بار اگر اشتباه نکنم. حالا اگر متن جدیدی که خونده شده توسط استولفر اینو اضافه تر بکنه من نمیدونم، ولی تا 2017 که مقاله هنکلمن این رو میگفت که 27 بار خدای هومبن قید شده در بایگانی بار. آها، اون زارنگ یک رسم آیینی به نام لن هم بوده، درسته؟ بله بله. واژه لن در واقع در اصل به معنی به پیش فرستاده شده، فرستاده شده، آفرینگ، پیشکش هست. واژه فنی برای بیان یک مراسم قربانی هست که به خدای خاصی قابل نسبت دادن نیست و خود واژه ایلامی هست، توسط روحانیون اجرا شده. روحانیونی که در بایگانی بارو هستن گاهی با واژه مکوش به معنی موق، همون واژه موق خودمون هست، در واقع آیین توسط اونها اجرا می شده، گاهی هم توسط کسانی که شتین نامیده شدن. شتین هم معنی کاهن و روحانی میده در واقع زبان ایلامی. بله، یعنی روحانی رو برای هر دو زبان گفتم خدمت شما. بله. آقای دکتر علیاری پرسیدن که آیا برای پرسش هست یا نظر، هر فرمایشی که داریم ما در خدمتتون هستیم. خب یکی از دوستان پرسیدن که شاید زیاد مربوط به موضوع نباشه، اما چیزی در مورد رژیم غذایی باشندگان ایران باستان از این الواح به دست آمده؟ ببینید الواح بایگانی بارو میانگین چیزی که ثبت میکنن 2/3 نیاز کارگر ساده رو پوشش میده، یعنی 2/3 نیاز رو در واقع در الواع بارو ثبت شده که بهشون پرداخت شد. به احتمال خیلی زیاد برای 1/3 باقی مونده نیازشون منبع درآمد دیگه ای داشتن یا در واقع به نفع دیگه اون رو تامین میکردن. این رو نباید به حساب نظام بردهداری یا در واقع به نوعی یه جورایی کشته شدن کارگرها در اثر گرسنگی تعبیر بکنیم، چون نیروی کار، مخصوصا نیروی کار متخصص و اصلا حتی خود برده هم یکی از باارزش‌ترین در واقع کالاهای سیستم امپراتوری بوده. این ده توضیح مختصر مفید. بعد یکی از دوستان پرسیدن که آیا امکانش هست در مورد اون متن اکدی که پیدا شده توضیح بفرمایید که کجا چاپ شده یا موضوعش چی بوده؟ ببینید دو تا هست. بله بله، یکی هست در خزانه است، پیتی 85 که در واقع در کتاب جورج کامرون 1948 پرسپولیس تریجری تکست یا یه همچین چیزی در شیکاگو چاپ شده و قابل دانلود هست. یک متن دیگه ای هست که در بایگانی بارو پیدا شده، اون هم یک مقاله از استولپر هست. حالا اگر من تو کانالم بذارم اینها رو میتونن دانلود بکنن. که من اگه اشتباه نکنم توی سایت اکمنه هم اگر که پرسپولیس رو بزنم حتی همون متن فریگی و متن فارسی باستان هم میتونم پیدا کنم. خب اون دوست عزیزی که در مورد موزه ملی فرموده بودن گفتن که در مورد هومبن یک توضیح رو میخواستن که اشاره کردید که ظاهرن تعداد یاد کرده هومبن خیلی بیشتر از بله 27 بار در برابر 10 بار اهورامزدا و خب خدایان دیگه کمتر. ما به طور کلی حدوداً 10 تا خدای ایرانی و 10-11 تا هم خدای ایلامی با پیشنه ایلامی در واقع داریم در بایگانی بود. آها، دوست عزیز پرسیدن که آیا درباره انواع بافته‌ها و بافندگی هم در الواح نکته‌ای وجود داره با توجه به اینکه اشاره به زنان بافنده کردیم؟ ببینید در مورد جزئیاتش حقیقتش من خاطره خوبی ندارم راجع به جزئیات صحبت کردن در مورد محتویات اون مقالم. اگر اجازه بدین یه چند وقتی که چاپ میشه و مفصل. بله، 3 تا در واقع احتمالاً لباس،
سنون لباس در بایگانی بارو مستند هست. حالا اجازه بدین که اون مقاله منتشر بشه. و خب اگر که دوستان سوال دیگر ندارن، آقای دکتر علیادی فکر کنم یه نکته رو می‌خواستم بفهمم ولی هنوز نکته رو نمی‌تونیم ببینیم اینجا. اگر که خودتون نکته‌ای دارید بفرمایید، وگرنه فقط اشاره بکنم که اگر احیاناً سهو یا خطایی صورت گرفته به خاطر این بوده که همه رو در واقع هر چیزی که گفتم رو از حافظه بیان کردم و اگر که باز اشتباهی یا هر چیزی صورت گرفته خودتون بر من دوستان ببخشایند. این در مورد البته خود منم صادقه، چون به خصوص برنامه زنده مثل برنامه شاید توی تلویزیون نباشه که امکان ویرایشش وجود داشته باشه، بعضی موقعا این سهو و خطای اتفاق میفته، ضمن این که خود این صحبت کردن توی این کادر کوچیکم که رو به رو آدم احتمال خطا رو خیلی بیشتر میکنه. خب آقای دکتر علیاری گفتن که لغت مدو ایرانی باستان میبایست به معنی اصل هم بوده باشد، پسوند که در آن هم باید ایرانی باشد و نمیتوان به صرف ایلامی. آره این نکته درست، این هم نکته درستی هستش. بله چون ما یه وند که آخر نام ها داریم در واقع یه اکستنشن. بله بعد اضافه کردن که هلو احتمالاً بعد از دوره هخامنشی از چین وارد شده. خب یکی از دوستان پرسیدن که مقاله کجا چاپ میشه، اگه که به صفحه آکادمیای آقای آره اونجا میذارم، اونجا خواهم گذاشت. آره بعد اطلاعاتش هم هست دیگه، میتونید سی وی ایشون هم ببینید اونجا. خب آقای دکتر علیاری گفتن که اینها در مورد نقل قولهایی که از پژوهش دیگر کردیم. آها خب اگر که دوستان سوالی ندارن و شما هم فرمایشی ندارید، دوستان تشکر من کردم. صحبتی نیست و از خانم احتشامی هم خیلی ممنونم که راهنمایی کردم به خصوص برای اون مواقعی که صداقت شد و خیلی هم پوزش می‌کردم به خاطر مشکلاتی که پیش آمد. خب دوستان دیگه هم تشکر کردن. صحبت پایانی که با دوستان خدافظی کنیم بفرمایید. صحبت پایانی این که بایگانی بارو رو باید در چارچوب یک بایگانی اداری که یک نهاد اقتصادی داره، اون در واقع داره فعالیت‌های یک نهاد اقتصادی رو ثبت و ضبط می‌کنه ببینیم. و از این نظر اطلاعات این بایگانی فارغ از در واقع هر گونه جانبداری یا حب و بغضه، اطلاعات خام و قابل اعتماد مناسب و در اختیار ما میذاره. آها خیلی ممنونم از شما. من نظر آخر آقای دکتر علیاری هم بخونم. برخلاف آقای دکتر هرکمن، آقای دکتر علیاری نوشتن که من گمان میکنم نشانه های روشنی در متون ایلامی هخامنشی هست که نشان میده زبان مادریشان ایلامی است نه ایرانی. خب بالا در این مورد دیگه باید منتظر مقالات و آثارشون باشیم. آها خب آقای صفایی خیلی متشکرم از شما که هم وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید و هم صحبت‌های خیلی آموزنده‌ای داشتید، خیلی استفاده کردیم و از شما بازم تشکر می‌کنم. ممنونم که این فرصت در اختیار من گذاشتین و تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم و شما هم خیلی اطلاعات خوبی رو در واقع تکمیل صحبت‌های من داشتین که من از شما تشکر می‌کنم. خواهش می‌کنم، خیلی لطف کردید و خیلی ممنونم از بینندگان محترمم. تشکر میکنم و همگی رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار شما. خدا نگهدار. خدا حافظ.